Şişe de dört hani. Dur tane çiş hadi. Hop ye çiğsi begu. به خدا قسمت میدم بیشتر از این نزد برام تو فامیل حرف در بیاد بس کن آمجاد لطفا اگه یه ذره به فکر آبروی منی دیگه اصلا اینجا نیا چیکار کنم من بیشتر از این نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم جواب نمیده خدا قسمت میدم بیشتر از این نظر برام تو فامیل حرف در بیاد بیشتر از این نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم اگه یه ذره به فکر آبروی من هستی لطفا دیگه اصلا اینجا نیا متوجه هستی نجیب احمد دلم خیلی شور میزنه دل توی دلم نیست معلوم نیست پسرم کجا رفته شماره خونه فهیمه رو بگیر حتما همونجاست چی شده ها جرون اولین بارش نیست که از خونه رفته دلم قبلا هیچ وقت اینطوری شور نمیزد تو به فهیمه زنگ بزن حتما همونجاست دیگه نجیب احمد بیا خودش زنگ زد باهاش حرف بزن الو امجد پسرم کجا رفتی؟ میدونی از کی دارم شمارتو میگیرم چرا جواب نمیدی؟ الو مامان من دارم خودمو میکشم میخوام زندگی ما تموم کنم چی؟ تو چی داری میگی امجد؟ جدی میگم مامان به خاطر لج کردن شما همه چی تموم شد نمیخوام زنده بمونم حتی بعد مرگ منم این دعوا رو تموم نکنین همینطوری که تا الان بودین خاله فهیمه و دختراشو بازم اذیت کنین هیچ وقت از این کاراتون بر ندارین امجد تو مگه دیوونه شدی سر همچین موضوعی کی خودشو میکشه تو چت شده آخه همچین موضوعی اگه موضوع کوچیکیه چرا حرفمو قبول نمیکنی اگه موضوع کوچیکیه چرا کتکم زدین این موضوع کوچیکی نیست مسئله خیلی بزرگیه حتی شاید بعد مرگ منم بزرگیشو نفهمین بس دیگه حرفی ندارم امجد امجد عزیز دل مامان ببین چی میگم زود پاشو بیا خونه بیا پیش مامانت خونه که بیای هرچی که بگی به همه ی حرفات گوش میدم هرچی بگی همون کارو میکنم بده من باهاش حرف بزنم عزیز دل مامان
به حرف من گوش کن. دارم میگم دیگه، هرچی بگی همون کارو میکنیم. من با تو خونه فهیمه هم میام، خودم دردانه رو عروست میکنم، تو فقط بیا. نه، تصمیممو گرفتم، بر نمیگردم خونه، حتی جنازم هم تو اون خونه نمیاد. همچند پسرم، جون من، فقط تو بیا خونه پیش من، هرچی بگی همون کارو میکنیم، فقط زود بیا خونه. نه، من میدونم شما نمیتونی دعواتو با خاله فهیمه تموم کنی. به هیچ کدوم از این حرفایی که میزنی خودت هیچ اعتقادی نداری. اصلا نمیخوام شما رو امتحان کنم مامان. باشه، اگه تو بهم اعتماد نداری، قبل اینکه تو خودتو بکشی من خودمو میکشم. از این خونه دوتا جنازه میره بیرون. ببین کی گفتم عمجان، داری به حرفم گوش میدی یا نه؟ برمیگردی؟ الو، ببین چی شد. الو، دوباره بگیرش. گوشش خاموش کرد. خدایا چی کار کنم؟ بهت گفت کجا رفته؟ نگفت، هیچی نگفت که کجاست. باشه، تو آروم باش، من خودم میرم دیگه. ببین دردانه، مامان حرف درستی زده. اگه میذاشتیم اینجا بمونه، جواب بقیه رو چی میدادیم؟ واسه چی اینجا بمونه؟ خب نمیذاشتیم اینجا بمونه، اما اینطوری ذلیلش نمیکردیم، از خونه بیرونش نمیکردیم. کاشکی مامان این کارو خیلی قبلتر کرده بود. به خاطر مراعات کردن مامانه که امروز به این حال افتادیم. همه فکر میکنن اسباب بازیم، اصلا هیچ کس دلش برامون نمیسوزه، همه واسه آروم کردن دل خودشون میان اینجا. امجد با همه اونا فرق داره، اون اینطوری نیست. میدونستی اون به خاطر عشق من جلوی مامان باباش وایستاده، صاف و مستقیم بهشون گفته با کس دیگه ازدواج نمیکنم، فقط با دردانه ازدواج میکنم. جدا؟ اگه اینطوریه باید بیارشون اینجا خواستگاری دیگه. من خیلی بهش اعتماد دارم، هرچی بشه بالاخره یه روزی جفتشونو میاره اینجا. باشه، هر وقت اونا رو آوردی اینجا تو هم باش ازدواج میکنی، اما به هم یه قولی بده تا اون موقع احساساتتو کنترل کنی، اینجوری واسه هممون بهتره. یه چیزی بهت بگم دردانه، ما حالا خیلی امتحانا باید بدیم. خوشی به این آسونیه که تو زندگیمون نمیاد خواهر. چرا؟ واسه چی اینطوریه؟ چرا نمیشه واسه یه لحظه تو زندگی ما خوشی بیاد گلنز؟ خب من هیچ جوابی برای این سوالت ندارم، اما حقیقت همینه.